مسلمان یکی خون انسان‌ها رو حلال رو بده نامشو سببش خود خونا داره. به نظر من ما اسلام کلا درست این برای روی منبر حجاب اجباری برای زندگیه. 100 هزار فیلمش گردن علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ما. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان بیننده سلام عرض میکنم خدمتتون. امروز میخوام یه بحث خودمونی داشته باشیم در مورد سال جدید تحصیلی. مطمئنا پر از معلومات هستیم و شما رو پر از معلومات میکنیم، از آمارهای مختلف گرفته تا بایدها و نبایدها تا روشهای دوست داشتن سال تحصیلی برای خودمون یا برای فرزندانمون، راه های ارتباط با مدارس، بهترین مدارس در سطح جهان، یعنی بهترین نظام های آموزشی. و مطمئن باشید که اگر این یک ساعت با ما باشید کلی اطلاعات در مورد نظام آموزشی سال تحصیلی جدید به دست خواهید آورد انشاءالله. منم سلام دارم خدمت شما دوستای عزیز و گرامی. امیدوارم امروز که اول مهر ماه روز خوبی رو داشته باشید و فکر کنم همه ما یه جورایی از اول مهر ماه خاطره داریم و الانم که یه مقدار سن و سالمون بالا رفته وقتی بچه های کوچیکتر رو میبینیم اولین روز مدرسه شون هست، یعنی یک جورایی یه حس خیلی قشنگی به آدم دست میده و حتی اگه بچه های اول ابتدایی هم نباشن، دوم سوم راهنمایی و حتی برای دبیرستانی و دانشگاهی ها بر حال اول مهر میتونه یک نقطه شروع باشه و این نقطه شروع هر چقدر با قدرت و با بگیم شادابی و نیرو آغاز بشه مطمئنا میتونه تأثیر داشته باشه تا آخر سال. حتما شما هم خاطره دارید از اولین روز مدرسه تون. دوست دارم از طریق واتساب برامون بگید در مورد مشکلاتی که براتون پیش اومده، در مورد خاطرات شیرینی که داشتید. و یک چیزم میگن، من همین اول ابتدا بگم، که میگن هیچ کسی معلم اول ابتدایی اسمشو فراموش نمی‌کنه. یعنی اولین معلم ابتدایی که داشتید اسمشو فراموش نمی‌کنید. من که خودم اینجوریم. تو هم یادت معلم اول ابتدایی اسمش؟ من معلم سوم ابتدایی ما خوب اسمش یادم، چون خیلی معلم خوب. اول چی؟ اول یادت؟ نه اول یادم نمیاد. ولی در کل میگن اول ابتدایی بود. اول ابتدایی خانم بود؟ ما کلا همه ابتداییمون خانم بود تا پنجم دبستان. آره؟ مال ما آقا بود، نمیدونم والا. تعویض خواهر شدم. علت این که این قسمت رو اومدیم براتون بریم و موضوعمون این باشه، اینی که راستش کاکستان داشتیم در مورد برنامه صحبت میکردیم، میگفت خیلی اشتباهات توی مدارس داره اتفاق میفته و خودمون یه تابلو دیدیم، یه عکس دیدیم که یک تابلو بود توضیح داده بود که چه کارهایی رو باید انجام بدیم و چه کارهایی رو والدین نباید انجام بدن. یکی از اونایی که خیلی نظر من رو گرفت توی یکی از مدارس خارج از کشور بود، به زبان انگلیسی هم نوشته بود و نه برای ایرانی ها، و اینو میگم به این دلیل که فقط این مشکل رو ایرانی ها ندارن. اینکه ای والدین عزیز، ای پدر و مادری که شما فرزند دو تو آوردی و الان داری تحویل مدرسه میدی، اگر فرزند شما مثل اون شخصی که بهش میگیم شاگرد اول، شاگرد اول نبود و مثل اون درس نمیخوند، شما فکر نکنید که فرزند کمهوش یا کودنی دارید. اون رو تحقیر نکنید، از مدرسه زدهش نکنید، چون که خیلی ها این کار رو میکنند و شاید اون فرزندی که شاگرد اول نیست، بچه خرخون نیست، اگر اصطلاح خوبی باشه، بچه درس خون نیست، عذر میخوام، خیلی موفق تر باشه برای جامعه تا اون فرزندی که خیلی درس میخونه، استعداد خیلی زیادی داره و خیلی هم موفقه تو زمینه تحصیلش. بار کن اینی که الان معاهد گفت که بحث ما هم بود امروز قبل برنامه، دقیقا من اینو خودم به عینه دیدم، برای معاهد تعریف کردم، دوست دارم برای شما هم تعریف کنم. ما یکی از آشناهامون خب یه بچه بود تو دوران ابتدایی، بر حال قیافش طبیعی نبود، یعنی شکل صورتش بر حال طبیعی نبود و به همین خاطر مسخرش میکردم. من دارم در مورد اهمیت محیط آموزشی برای شما حرف میزنم که چقدر این قضیه مهمه.
این بر حال قیافش یه جوری بود که بچه‌ها مسخرهش میکردن و انقدر مسخرهش میکردن تو مدارس عادی که این یه جورایی منزوی شده بود، اصلا دوست نداشت مدرسه بره. چیکار کردن؟ اینو فرستادن مدرسه استثنایی. حالا انسان خیلی عاقلی بود، انسان خیلی باهوشی بود، اما خب چون تو مدارس معمولی مسخرهش میکردن بچه های دیگه، میافتادن دنبالش، میزدنش، کتکش میزدن و اینا، واقعا اذیت میشد. اینو فرستادن مدرسه استثنایی. اونجا خب بچه‌هایی که بودن همشون استثنایی بودن، یکیشون به هر حال نمیتونست حرف بزنه، یکیشون نمیتونست راه بره، مشکل داشتن. این اونجا راحت تر بود و کم کم داشت افسرده میشد. همین بچه کم کم داشت افسرده میشد با مجموعه بچه‌هایی که به قول معروف مشکل داشتن. این خودش سالم بود اما از ترس بچه‌های دیگه. تا اینا از ایران رفتن، مهاجرت کردن و الان در کانادا هستن. خب همین بچه‌ای که تو مدرسه استثنایی بود همین ماه قبل الان وارد دانشگاه رشته مهندسی شده. همین بچه، خب من با برادرش حرف زدم، گفتم بابا این تو ایران اینجوری بود، چرا الان اونجا چجوری شد، رفت مهندس شد، دانشجوی مهندسی؟ گفت به قدری اینجا هم دانش آموزا و هم معلم‌ها با فرهنگ هستن و به قدری هوای اینو داشتن که اصلا نذاشتن این بچه احساس کنه که من یه کمبودی دارم، من یه مشکلی دارم. و تأثیر محیط آموزشی واقعا خیلی خیلی زیاده که ما باید بهش اهمیت بدیم. چند تا مورد برای شروع مدارس هست. ما تازه شروع میکنیم از کودکان، یعنی خانواده ها چه کارهایی رو باید برای کودکان انجام بدن. معمولا اشتباهاتی رو که انجام میدن خیلی خلاصه وار خدمتتون عرض میکنم، بایدها و نبایدهایی که خانواده ها باید در نظر بگیرن برای کودکانشون، به خصوص خانواده هایی که اولین فرزندشون رو به مدرسه میفرستن، خوب در نظر داشته باشن که خیلی ها به خصوص توی کشور عزیزمون ایران این اشتباه رو انجام میدن. اولین اونها این است که ما به خصوص با پیشرفت تکنولوژی و اومدن گوشی ها و تبلت ها و لپتاپ و وسایل الکترونیک بیشتر شده، خیلی طبیعیه که کودک دیر میخوابه و با وسایل بازی میکنه، یا مثل پدر و مادرش مشغول کارهای روزانه شب نشینی میشه. شب نشینی نباید حتما تا ساعت 3 ادامه پیدا کنه، همین تا 11-12 ادامه پیدا کنه، مطمئنن تاثیر خیلی زیادی خواهد گذاشت. اینکه فرزندتون نتونه ساعت 6 صبح 7 صبح از خواب بیدار شه یا حتی زودتر. گاهی اوقات فکر میکنیم خب به زور بیدارش میکنیم، ولی اون بیدار شدن به نفعش نیست اگر شب قبلش رو خوب نخوابیده. پس شما تصمیم بگیرید که فرزندانتون از بعد از ساعت 9، از 8:30 دیگه شروع کنن به رفتن پای رخت خوابشون و خوابیدن. یعنی خیلی موضوع مهمی، چون تو طول سال تو تاثیر میذاره توی درس خوندنش و یه جور لایف استایل شما براش، یه جور شکل زندگی رو شما دارید درش تعریف میکنید. مورد بعدی در مورد کوله پشتی های دانش آموزانه. بعضی از خانواده ها بر این اعتقاد هستن که کوله پشتی های بزرگ باعث میشه که فرزند اهتمام بیشتری به درسش بده. یک، بعضی ها بر این اعتقاد هستن، تو کشور ایران این شنیده میشه که چون لگد میزنن کوله پشتی ها رو، کوله پشتی های محکمی پیدا کنیم یا کوله پشتی فلزی داشته باشن که نتونن این کارو کنن. اما شما دارید تاثیر میذارید روی جسم فرزند شما. هر جوری شده فرزند شما در ساعت‌های زیادی این کوله پشتی روی دوش خودش خواهد داشت و کارشناسان میگن که وزن کوله پشتی فرزندانتون نباید بیشتر از 20% وزن خود اونها باشه. یعنی باید کمتر از 20% وزن باشه با توجه به یک کوله پشتی پر. شاید در بعضی از مدرسه ها که کتاب های قطورتری دارن، بعضی از مدرسه تخصصی یا در خارج کشور اگر دارن برنامه ما رو میبینن نمیتونن، باید حتما کوله پشت های سنگی میبرن، کوله پشت هایی که چرخدار رو حتما استفاده کنن براشون. مورد بعدی اینه که توی تابستون تازه تموم شده، خیلی علاقه دارن که بچه های خودشون رو ببرن به کلاس های غیر رسمی و کلاس هایی که آموزش های متفاوت از هر آموزشی، آموزش های ورزشی گرفته تا آموزش های مرتبط با تحصیل یا پیش دبستانی که در واقع رسمی نیست. شاید باورتون نشه اما کارشناسان بر این اعتقاد هستن تا قبل از 7 سالگی باید تمام این آموزش ها در وقت مدرسه قطع شه، یعنی آموزش وجود نداشته باشه مگر اینکه آموزش های ورزشی ساده، آموزش های ورزشی که کودک باش استرس نداشته باشه، همواره نخواد بره. تا قبل از 7 سالگی یا 8 سالگی دیگه سعی کنیم اون فشردگی نداشته باشن کلاس های خارج از مدرسه. این چند تا یکی از نکات مهمی بود که
کودک ها باید انجام بدن. همه اینها رو هم دکتر عماری که روانشناس کودکان هستن، فوق تخصص روانشناس کودکان هستن، اینا رو برای اینستا یادمون رفت، حتما اینستا رو میذاریم. چشم. دوست داریم شما عزیزانم مشارکت داشته باشید در این برنامه، از طریق واتساپ میتونید برای ما پیام بفرستید، همینطوری زیر پست اینستاگرام میتونید. در این مورد موضوع ما که امروز میخوایم، اولین روز مهر ماه هست، در مورد بازگشایی مدارس، مشکلات آموزشی، نظر شما رو بشنویم. زیر همین پست که الان معاهد داره ضبط میکنه، نظر خودتون رو حتما برای ما بنویسید. الان 3-2-1. خب من فکر کردم ضبطه. خب دوستای عزیز از کافه نور با شما هستیم. موضوع ما بازگشایی مدارس، اولین روز مهر ماه هست. در این مورد نظر خودتون رو بنویسید، مشکلاتی که براتون پیش اومده، خاطراتی که دارید، حتما نظر خودتون رو بنویسید. بایدها و نبایدهایی که شما تجربهش کردید یا برای خودتون یا برای کودکانتون، اونا رو حتما برامون کامنت کنید. کامنت های شما به درد اونهایی که دارن کامنت ها رو میخونن و برنامه رو مستقیم مشاهده میکنن حتما میخوره انشاءالله. یه مشکلی که ما تو ایران همیشه باهاش درگیر بودیم و خیلی هم همیشه پر سر و صدا بوده، قضیه مطالعه است. خب یکی از اهدافی که آدم وارد مدرسه میشه، حداقلش اینه که آدم بتونه سوادی داشته باشه، کتابی رو بخونه. تو ایران متاسفانه آمار مطالعه، یا بگیم سرانه مطالعه هم یعنی میزان مدت زمانی که یک شخص حالا در طول شبانه روز مطالعه میکنه، بسیار پایینه نسبت به کشورهای دیگه، واقعا پایینه. مثلا آمارهای مختلفیه، همیشه ما اینو گفتیم تو ایران واقعا نمیتونی آمار دقیق پیدا کنی، چون نمیدونم حالا دلیلش چیه، فکر میکنن یه ضعفیه یا هر چی باشه، آمار دقیق نمیدن. حتی بخوان در مورد جمعیت کشورم آمار بگیرن، دقیق نمیگن آمار چقدره و چند تعداد، حالا بگیم هر قصه‌ای باشه. مشکل تو زمین آمار داریم کلا. آره، همه برنامه هامون اگردیم معمولا آمار رو آمارهای اروپا آمریکا میدیم. دقیقا تو ایران واقعا نمیشه. حالا تو ایران آماری که میگن برای مطالعه، یعنی سرانه مطالعه رو که میگن، 2 دقیقه هم گفتنا، که بیشتر شبیه یه جورای جوکه، از اون طرف هم تا 79 دقیقه هم گفتن. حالا این مطمئن هستم که این 79 دقیقه که بیشتر مسئولان اینو گفتن صحت نداره، و از اون طرف هم ما یعنی خوشبینانه اگه قضیه رو بررسی کنیم میگیم این 2 دقیقه هم باز صحت نداره. ولی چیزی که آمارهای یه مقداری متعادل بوده، بین 7 دقیقه 13 دقیقه گزارش دادن که در ایران سرانه مطالعه است، و این خیلی کمه، باور کنید خیلی کمه. چند تا باسوادترین کشورهای دنیا رو من براتون اسم ببرم که بی ربط نیست به موضوع ما، در ادامه انشاءالله بهتون میگم. اولین کشور فنلانده، جزو کشورهای اسکاندیناویه. بعدش نروژ، ایسلند، دانمارک، سوئد، سوئیس، بعد امریکا، آلمان، و بعدش حالا کشورهای دیگه. اینا جز باسوادترین کشورها هستن که یه دلیلش برمیگرده به سرانه مطالعه، و این سرانه مطالعه هم چون طرف از درس، از مطالعه زده نشده از اول ابتدایی، برمیگرده به نظام آموزشی، یعنی کامل به هم ربط داره. وقتی من تو مدرسه، اولین روز مدرسه هم هست، نمیدونم با یک برخورد خشنی با من برخورد میکنن، یه خاطره بدی تو ذهن من درست میشه از مدرسه و درس و هر چی، از من متنفر میشم. و یا مشقهای خیلی طولانی، آقا 4 صفحه از اون بنویس، 10 صفحه از اون بنویس، 20 صفحه از اون بنویس، یا برای اینکه بخوای بچه رو تنبیه کنی باز بهش مشقهای خیلی طولانی میدی، اینا همش میتونه تأثیر بذاره روی اینکه این فرد از مطالعه و درس زده بشه. یعنی این مشکل اساسی اینجا بحث ما نظام آموزشیه. وقتی این مشکل داشته باشه، طرفم سراغ مطالعه نمیره. بعد در مورد حالا کتابخونی و مطالعه، هند با 112 دقیقه طبق یک آماری که سال 2015 گرفتن، بیشترین یعنی بگیم سرانه مطالعه رو داره. بعد ژاپن 92 دقیقه، بعد چین 74 دقیقه، انگلیس 68 دقیقه، فرانسه 67 دقیقه، امریکا 65 دقیقه، روسیه 61 دقیقه. خلاصه ایران هم تو اون آخر از میگم 7 دقیقه گفتن، 13 دقیقه گفتن، 5 دقیقه گفتن، اما تو اون آخر است. و اگه ما اینا رو بررسی کنیم، نظام های آموزشیشون خیلی
یه چیزی مرتب، مثلا هند شاید بگی خب آخه هند چطوری امکان داره نظام آموزشیش مرتب باشه، اما هند یه جورایی کپی پست از انگلیسه نظام آموزشیشون و خیلی مرتبه. هند و پاکستان و اینا نظام آموزشیشون خیلی مرتبه، درسته کشورهای حالا بگیم یه جورایی درب و داغون هستن، اما به لحاظ آموزشی خیلی پیشرفتن، خیلی پیشرفتن. حالا کسایی که هند و اینا رفتن میدونن که من چی میگم. بس فنلاند رو حتما تخصصی و خصوصی براتون میگم. یه نکته هست در مورد اینکه سال تحصیلی رو چطور آغاز کنیم و بله. چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه بتونیم سال تحصیلی خوبی رو داشته باشیم. مثل وزن کم کردن، اگر شما بخواید تصمیم بگیرید که در یک وقت خیلی کوتاه وزنتون رو کم کنید، مطمئناً احتمال اینکه موفقیت داشته باشه این وزن کم کردن شما کمتر هست تا اینکه تغییر بدید روش زندگیتون رو. همینطور اگر تغییر بدید روش درس خوندنتون رو، روش رابطه داشتن با کلاس‌های درسیتون رو، مطمئناً خیلی موفق‌تر خواهید شد تا اینکه بشینید و واقعاً یه وقت خیلی کوتاهی رو زیاد بخونید. مشاوران برای این اعتقاد هستن که دو تا کار خیلی اساسی هست که اگر 5 دقیقه فقط براش وقت بذارید خیلی میتونه تأثیر داشته باشه رو کل سال تحصیلی شما، اما باید از همین ابتدای سال شروع کنید. یعنی 2 تا 5 دقیقه وقت گذاشتن قبل و بعد از کلاس‌های درسی شما رو واکسیناسیون میکنه از اینکه بخواید یک وقت خیلی درست حسابی و بزرگ و سنگین رو بعداً درس بخونید، اون هم برای شب امتحان. پس اون 2 وقت 5 دقیقه کی و کی هستند؟ یکی قبل از کلاس و دوم بعد از کلاس. قبل از کلاس شما یادداشت برداری میکنید چیزهایی رو که از هفته قبل یا از کلاس قبل به شما گفته شده و شما هنوز خوندید و در ذهن دارید و مرور میکنید، و بعد از کلاس شما یادداشت برداری میکنید چیزهایی رو که در این کلاس یاد گرفتید. فقط 5 دقیقه وقت شما رو میگیره. و جالب اینه که بدونید در تمام کلاس ها این 5 دقیقه فقط 5 دقیقه است. یعنی اگر شما یک کلاس سخت داشتید، اینو که دارم میگم فقط برای دبستان و برای دبیرستان نیست، برای دانشگاه هم همین کارو میتونید انجام بدید. یعنی شما 5 دقیقه قبل از کلاس نوت برداری های کلاس قبلی خودتون رو و اینکه اضافه کنید چیزایی رو که میخواید یاد بگیرید یا یاد نگرفتید، و 5 دقیقه بعد از کلاس اون چیزایی رو که سر کلاس یاد گرفتید رو یادداشت کنید و دوباره مطالعه بکنید. این باعث میشه شما یه واکسن به خودتون زدید که نخواهید شب امتحان به خودتون فشار بیارید. گرچه تمام کسانی رو که حداقل من میشناسم، چون آماری هم نمیتونی بدین توی این زمینه، تصمیم میگیرن از ابتدای سال که ما امسال رو دیگه میخوایم بتره کنیم، ولی تا پایان سال نمیتره کنن و در نتیجه شب امتحان رو میتره کن. پس باید از همین ابتدا در نظر داشته باشیم که برای اینکه یک شب امتحانم خوب داشته باشیم و یک سال تحصیلی موفقیت آمیز داشته باشیم، باید حداقل یه وقتهایی رو برای خودمون فیکسش کنیم. یعنی ما 5 دقیقه قبل از کلاس هیچ جا نمیریم و 5 دقیقه بعد از کلاس هیچ جا نمیریم. نمیتونی از اون جایی بری حالا. آره بعد از کلاس چرا دیگه بس کلاس میپرم بیرون میرم آب میوه میخورم. ولی قبل از کلاس آره باید خودشون داشته باشن و بیان سر کلاس بشینن. این یکی از راهکارهای خیلی چون دقیقاً روانشناسا هم رو میگن، میگن اکثرا ما میخوایم بر خودمون برنامه‌ریزی‌های خیالی میکنیم بدون اینکه چیزی رو روی کاغذ بیاریم، اینکه ما امسال دیگه میشینیم خیلی درس میخونیم، ولی هیچ وقت این اتفاق نمیفته چون دقیقاً نمیدونیم کجا رو باید درس بخونیم. یعنی تو طول سال کجا رو... وقتی ما میریم خونه خسته ایم، نمیخوایم دوباره تکرار بکنیم، اما 5 دقیقه بعد از کلاس و 5 دقیقه قبل از کلاس ما حتما وقت داریم. اینجوری تثبیت میشه، یعنی 5 دقیقه بعد کلاس تثبیت میکنه قضیه. خب من بهتون گفتم که در مورد فنلاند میخوام براتون حرف بزنم، البته چیزایی که میگم بعدن هوایی نشید بگید درخواست پناهندگی کنید از فنلاند و از کشور فرار کنید. ولی خب فنلاند به لحاظ نظام آموزشی چندین ساله که بگیم رتبه اول رو در سطح دنیا آورده. حالا فنلاندیا چیکار کردن و چیکار میکنن که رتبه اول رو آوردن؟ ثمره و بهره این نظام آموزشی اینه که دانش آموز از همون روز اول تا زمانی که فارغ التحصیل میشه چیزی به اسم استرس در مدرسه رو تجربه نمیکنه، چیزی که ما در ایران یعنی هر روز تجربه کردیم، متاسفانه هر روز تجربه کردیم و میکنیم. حالا بنابر دلایل زیادی که من بهتون میگم، نظام آموزشی
فنلاند تقریبا از 40 سال قبل دچار یک تغییر و تحولاتی شد و نتیجهش این شد که الان چندین ساله داره رتبه اولو میاره. توی فنلاند مثلا فرض کنیم میخوان امروز در مورد یک موبایل حرف بزنن، معلم یک موبایل رو میاره سر کلاس، میگه میخوایم سیر تحولی ساخت موبایل رو براتون توضیح بدیم. خب یک موبایل اول اینجوری بوده، اول کار تلفن بوده، بعد تلفن چجوری اختراع شده، اینجوری اختراع شده، یعنی در قالب یک داستان، در قالب یک کار تحقیقی دارن آموزش هم میدن. خب برای اینکه ما بتونیم یک موبایل رو درست کنیم احتیاج داریم به این که مثلا الکترونیک بلد باشیم. الکترونیک نیاز به ریاضی داره. خب ریاضی ما نیاز داریم به این چیزا. نگاه کنید شخص بدون این که بخواد، بدون این که استرسی بهش وارد بشه، داره ریاضی رو یاد میگیره. بعد مثلا میان رو قسمت نوشتن پیام ها. خب نوشتن پیام ها میان بعد ادبیات یاد میگیرن و همه اینا باعث میشه که این شخص در قالب بازی، در قالب سرگرمی کامل همه چیزو یاد بگیره. حالا من یه سری نکاتی در مورد سیستم آموزشی فنلاند بهتون بگم. تو فنلاند چیزی به اسم پیش دبستانی وجود نداره. طرف رسید به 7 سالگی بچه‌ش رو میبره مدرسه. پیش دبستانی ندارن. تا سن 10 سالگی چیزی به اسم مشق ندارن. مشق نوشتن ندارن. اولین امتحان زندگیشون رو در 16 سالگی تو مدرسه تجربه میکنن. خیلی مهمه، یعنی اصلا این بچه استرسی نداره. تمام مواردی هم که دارن بهش آموزش میدن در قالب بازی سرگرمی، یعنی هیچ گونه استرسی به این دانش آموز وارد نمیشه. بعد تمام بچه ها فرق نمی کنه، حالا اونی که خیلی تیزهوش و باهوشه با اونی که مقداری سطح گیرایش پایین تره، در یک کلاس که تعداد دانش آموزان در یک کلاس باید از 16 نفر بیشتر نباشه. من یادمه بار کنید تو دوران ابتدایی تو مدارس ما کلاس های درسمون بار کنید به 55 نفر میرسید ماهد. ما اینطوری نبودن. حالا طرف های ما اینجوری بود، 55 نفر کلاس درس بود، یعنی اصلا معلم تا اسم این همه رو میخوند وقت کلاس خیلیش گرفته میشد. اما اونا نه، اونا از 16 نفر نباید بیشتر باشه. بعد تمام استادها یا بگیم معلمهایی که توی فنلاند میخوان وارد کار معلمی بشن، حتما و حتما باید مدرکشون از فوق لیسانس به بالا باشه. برای ابتدایی هم میگم، باید حتما مدرکشون از فوق لیسانس به بالا باشه. من یادمه تو ایران بعضی جاها، یعنی معلمهایی بود طرح کاد بهشون میگفتن، مثلا سرباز معلم بودن، حالا سرباز بودن یا تو دانشسرا بودن، میومدن که الان بیچاره خودشون نه تخصصی داشتن نه درسی خونده بودن، اما می اومدن درس میدادن به ما. الان دیپلم بودن یا زیر دیپلم بودن، تو دانشسرا بودن، دبیرستانی بودن خودشون. خب این معلم با این سطح پایین از اطلاعات میاد چی رو به بچه آموزش میده؟ این یه مشکل اساسیه که متاسفانه ما تو ایران داریم. حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم مشکلات و اینه، اما خب یه مقایسه یادم داشته باشه خیلی خوبه. 66% دانش آموزان در فنلاند وارد دانشگاه میشن و این آمار خیلی عالیه و طبعا از اون طرف هم براشون زمینه کار هست. اینجوری نیست که مثل ایران باشه طرف میره مدرک میگیره دو سه تا بار کنید. الان یکی از آشناهای ما تو شهرستان سقز اینقدر بیکاره و کاری 3-4 تا فوق لیسانس و اینا گرفته. جدی میگم ها، کار نیست. خب این مشکلیه. ادامه رو انشالله بهتون میگم که چه مشکلات دیگه‌ای و چه چیزای جالب و نکات جالبی در مورد فنلاند هست. در ادامه اشتباهاتی که ما در ابتدای سال تحصیلی میکنه و تاثیر میذاره توی راهی که ما میریم برای کل سال تحصیلیمون، یکی از مهمتریناش رو دو تا قبل و بعد از کلاس رو بهتون گفتم که یادداشت برداری بکنید. یکی از مهمترین اشتباهاتی که ما میکنیم اینه که از چندین منبع متفاوت استفاده میکنیم. برای کسانی که به خصوص توی دبیرستان هستن، چون یک غولی به اسم کنکور رو جلوی خودشون میبینن، خودشون رو به درهای مختلف میزنند، از نمیدونم گزیده دو تا کار فرنگی آموزش تا اون مدرسان شریف تا هر کدوم از اینا که تبلیغات زیادی رو برای خودشون راه انداختن، اونا رو کتابای مختلف میگیرن و اونا رو اما اونا رو میخونن. اما بهتره که بدونیم
بهتر تک جهت باشیم. یعنی اگر با یکی از این کتاب‌های آموزشی شروع کردیم با همین‌ها ادامه بدیم و خودمون رو ذهنمون رو آشفته نکنیم، چون مثلا متد‌های آموزشی متفاوت هست و این متد‌ها میتونه شما رو درگیر خودش کنه، شما رو اذیت کنه. دومین اون یک قلم هست. استفاده کردن از ماژیک‌های هایلایت کننده میتونه خیلی برای شما مفید باشه. مطمئنا شما باز باید برگردید و این چیزهایی رو که الان دارید مطالعه می‌کنید رو بخونید، اما وقتی در حال خوندن اون هستید نکات مهم رو همونجا هایلایت کنید، مطمئنا توی ذهنتون میمونه. این کار رو معمولا خانم ها، دختر خانم ها بیشتر انجام میدن و پسرها غافلتر هستن، اما خواهش میکنم پسرها هم بهش توجه داشته باشن، ماژیک هایلایت رو داشته باشید. میدونم که نمیتونید مثل دخترها خیلی با سلیقه این کار رو انجام بدید، اما حداقل جاهای مفید رو برای خودتون هایلایت بکنید. مورد بعدی اینه که روش های موفق خودتون رو بشناسید. اگر سال قبل شما نتایج مناسبی رو توی یک درس آوردید، به خودتون بشینید و فکر کنید و یادداشت کنید که اون درس رو چطور خوندید، چرا موفق بودید توی اون درس. شیوه درس خوندن شما توی یک درسی که فکر میکنید فقط به خاطر علاقه یا فقط به خاطر معلمه که شما تونستید نمره خوبی درش بیارید، شیوه درسی شما، شیوه درس خوندن شما در مورد اون درس خیلی مهم بوده. شما شیوه درس خوندن خودتون رو پیدا کنید و مطمئن باشید اگر اون رو تطبیق بدید برای باقی درس‌های خودتون بسیار موفق خواهید بود. یک موردی که همیشه در موردش صحبت میشه، ما گفتیم قبل پیش مطالعه داشته باشید، قبل از کلاس 5 دقیقه و بعد از کلاس 5 دقیقه هم باز مطالعه بعدی داشته باشید، اینکه روزانه شما یه نگاهی کنید به این اتفاقاتی که توی کلاس براتون افتاده، میتونه تاثیر خیلی زیادی روی سال تحصیلی شما داشته باشه. تمام اینها مرتبط هستند با شیوه درس خوندن شما، با شیوه درس خوندن همیشه، یه سبک درس خوندن شما رو تغییر میده. نباید ازش غافل بشیم یا اینها رو نمیتونید دقیقا وقتی امتحانات به کار برید استفاده کنید، باید از الان که اول سال ازش استفاده کنید. دوست عزیز نوشته سلام علیکم. بله یادش بخیر، هر هفته دفتر صدبرگی تموم میشد اینقدر مشق مینوشتم. راست میگه، والا اینقدر مشق میدادن آدم دستاش خسته میشد. توی فنلاند فقط 4 ساعت در روز بچه‌ها درس می‌خونن و 75 دقیقه برای زنگ تفریح براشون گذاشتن که کل اون 4 ساعت هم میگم درساشون در قالب بازی و تفریحه، یعنی بیشتر یه کاری کردن که یک محیط خیلی صمیمی و یک فضای خیلی دوست داشتنی بین معلم‌هاشون و بگیم دانش آموزا درست بشه. حالا در مورد معلم‌ها بگم، معلمایی که توی فنلاند هستن یعنی همینجوری ساده نمیتونن وارد آموزش پرورش بشن. یعنی الان من توی سال 2010 6600 نفر ثبت نام کردن برای اینکه 600 نفرشون استخدام بشه، یعنی از فوق لیسانس های برتر برای آموزش استفاده میشه. یعنی معلمی در اونجا یک شغل بسیار بسیار مهمیه و حقوقشون هم، حقوق پایشون در سال 2008 به نظرتون چقدره؟ به نظرتون از هر کس تو خونه برای خودش معلم ها بیان بزنن. الان ما فامیل معلم داریم، فکر نکنم از 2 میلیون بیشتر بگیرن. 2 میلیون تومان حقوق معلم ها هستن تا تو که چیز خصوصی 4 میلیون 5 میلیون اونا خصوصی هم، ولی حالا چیزی که پایه باشه فکر نمی کنم از 2 میلیون بیشتر بگیرن. تو سال 2008 در فنلاند حقوق معلم ها، چون خیلی مهمه، واقعا مهمه، وقتی معلم خیالش راحت باشه، مثل ایران نیست هر روز تجمع کنن و اینا رو زندانی کنن و از این حرفا دیگه نیست، امنیت داره. 29,000 یوروه، یعنی تقریبا چیزی حدود 130 میلیون تومان حقوق هر ماه معلم در فنلانده. این حقوق شاید به نظر شما یه مقداری نجومی باشه، اما خب اونجا هم هزینه ها بر حال گرون هست، اما خب یک حقوق معقوله و معلم با خیال راحت میتونه تمام فکرش رو روی آموزش بذاره و اینه که بهترین نظام آموزشی رو در طول این چند سال در دنیا کسب کردن. و بازم میگم اونجا وقتی میخوان معلم ها رو انتخاب کنن، میان از نخبه ها استفاده میکنن. یعنی برای معلم ابتدایی اینجوری نیست که تو ایران معمولا اینجوری بود، یا رو دیپلم بود یا فوق دیپلم بود، میگفتن این بیاد ابتدایی درسش زیاد سخت نیست، یه به اضافه و منها هست، این بلده. ولی اونجا فقط به اضافه و منها اهمیت نمیدن، به این اهمیت میدن که این دانش آموز فردا روز میخواد وارد جامعه بشه، فردا روز میخواد خدمت کنه به کشورش.
اینه که بسیار بسیار اهمیت میدن به قضیه معلم‌ها و یک سری تسهیلات خیلی خاصی براشون قائلن. و یک چیز دیگه هم در مورد نظام آموزشی در فنلاند بگم، 100% هزینه ها دولت پرداخت میکنه، یعنی مجانیه، تمام هزینه هاشون رو دولت پرداخت میکنه. حالا هر وسیله‌ای هم تو مدرسه میارن برای آموزش، نمیدونم شکسته میشه، خراب میشه، فلان میشه، تمام اینا هزینهش به عهده بگیم دولته و آموزش فنلاند. برای همین موفق شدن و تونستن این نظام آموزشی خوب تونسته فرد رو تشویق کنه به مطالعه کردن و از اون طرف هم با خیال راحت بالاترین سرانه مطالعه رو در دنیا داره. چند تا اپلیکیشن براتون معرفی میکنم که اپلیکیشن هایی که مطمئنم میتونه تو سال تحصیلی با شما همراه باشه، راه حل های خیلی خوبی رو براتون ایجاد میکنن و درس خوندن رو برای شما آسان تر میکنن. اولین اونها یه اپلیکیشن هست برای درس ریاضی. من همیشه با درس ریاضی مشکل داشتم، برخلاف درس هایی مثل شیمی و زیست که باشون خیلی حال میکردم، خیلی دوست داشتم، ریاضی و فیزیک رو باشون همیشه مشکل داشتم، دارم. علت شدی که از علتاش اینه که سر کلاس متوجه میشدیم چه اتفاق داره میفته، بعد میبینیم خونه، میبینیم کلی عدد و رقم و ایکس و ایگرگ جلوی ماست و نمیدونیم الان باید چه اتفاق افتاد که این عدد شد اینو، یه مقدار درگیری فکری و اذیت شدن مغز، اینکه آخر سر نمیدونستیم چه اتفاق میفته و میزدیم بره. نرم افزار اپلیکیشن، ببینیم دوستان، فوتو مت کامرا کلکولیتر که دوستان بذارید من براتون، چون باید این تصویرش رو ببینیم یکی یکی، اگر نتونیم ببینیم که هیچه. خب اگر خب دوستان میان درست میکنم براتون که بتونید تصویر داشته باشید یکی یکی، من چند تا از کامنت ها رو برای شما میخونم، یا اینکه نه شما ادامه بدید. خب من ادامه میدم. تو ایران ما هنوز قضیه، بله الان تصویر منم میدن، تو ایران هنوز قضیه سواد آموزی و نهضت سواد آموزی و اینا هنوز باهاش درگیر هستن. در روسیه یه چیز جالب بهتون بگم، در روسیه 100% مردمش باسوادن، 100%، و 54% کارگراشون هم تحصیلات لیسانس و فوق لیسانس به بالا دارن. این یه نکته بود خواستم، درست شد؟ آره درست. خب، شد. حالا اینو بریم. این تصویری که میبینید اپلیکیشن فوتومت کامرا کلکیولیتر هست که شما اگر این رو برای خودتون نصب کنید، البته باید انگلیسی بنویسید که تو تمام خیلی اکثر کشورها دیگه انگلیسی می‌نویسن، اما تو ایران شاید هنوز این اتفاق نمی‌افته. شدم خوبه که اتفاق نمی‌افته. به هر حال چرا؟ فارسی رو پاس می‌دارن دیگه. اینو به شما نشون میده اینکه چطوری بتونن، چطوری یک عدد، یه عدد به دست اومده، یعنی یک فرمول رو با راه حل رسیدن به اون فرمول برای شما حساب میکنه. نیاز نیست شما یکی یکی وارد کنید، شما یه عکس میگیرید از این فرمول، این سیو میکنه و میدونه دقیقا این ایکس چطور به دست اومده، بعد میاد یکی یکی راه حل رو برای شما میگه. همینطور که شما دارید میبینید الان توی تصویر اومده، این سویپ داره میکشید سمت راست، میره مرحله بعدی، بعد ایکس رو یکی یکی به شما نشون میده که ایکس چطوری به مرحله به مرحله به دست اومده. شما میتونید داشته باشید. شاید این اپلیکیشن یکی از اپلیکیشن هایی هست که زیاد باش تقلب هم میشه انجام داد. که خب برای تقلب ما اون رو معرفی نمی کنیم، بلکه برای این معرفی می کنیم که بتونیم ازش استفاده کنه. به عنوان یک اپلیکیشن آموزشی، آره، به عنوان یک اپلیکیشن آموزشی خیلی معروف هست. این اپلیکیشن دولینگ هست برای یادگیری زبان دوم. شاید تو کلاس‌های زبان و کلاس‌های انگلیسی به خصوص تو مدارس ایران یکی از مشکلات تلفظ کردن باشه. درست. اینکه فقط می‌خونن، بعد برای تلفظ کردن کلی مشکل دارن، یاد نمی‌گیرن. اما این اپلیکیشن بهشون کمک می‌کنه که بتونن زبان دومشون رو شنیداری یاد بگیرن و بگن و اشکالات تلفظیشون رو هم بهشون بگی. فقط هم یادگیریه، برای یادگیری مدارس. این فلش کارت هست، اپلیکیشن فلش کارت به درد چی میخوره؟ اپلیکیشن فلش کارت اون نوت برداری هایی رو که ما انجام میدیم همین کار رو انجام میده، نوت های خیلی کوچیک رو انجام میده. اگر شما نمیدونم برای کنکور کانون فرنگی رو رفته باشید یا نه، کانون فرنگی آموزش میاد به شما کارت های کوچیکی رو میده که شما نوت برداری های
کوتاه کنه، درد چند جمله اونجا بنویسید، اون رو روزانه میخونید در اینکه یادتون بمونه. این همین کار رو انجام میده با عکس، یعنی همین نوت کوچیکی رو که اینجا شده شما دارید میبینید و این عکسی که عکس مونالیزا است اینجا، روزانه برای شما میاره که بتونید اون رو داشته باشید. برای زبان تو ایران زیاد کاربرد داره این اپلیکیشن. اپلیکیشنی است که به شما کمک میکنه، به هوم ورک اپ به شما کمک میکنه که بتونید راحت‌تر تکالیف خونتون رو انجام بدید، مدیریت کنید. یعنی آره دقیقا مدیریت کنید، چه وقتی تکالیفون رو انجام بدید، چه وقتی خب وقت بیکاری هست، چقدر از تکالیف مونده، چقدر از مقدار درسی رو که ما میخواستیم بدیم مونده. اول ابتدای سال وارد میکنید و بعد میگید که چه جوری میخواید درس بخونید، کم کم به شما توضیح میده، میگه قبلا چقدر خوندید، الان باید چقدر بخونید، یا چه درسی رو کم کاری کردید. فقط برای iOS فعلا، فقط برای گوشی آیفون این مورد 6 تا هستن، کلا زیاد طولانیش نمی کنم. این اپلیکیشن اسکرین تایم پارتنال کنترل، پرنتال کنترل برای خانواده، منظور والدین، اگر دیده باشید با شروع سال تحصیلی یه چشم مادرها پدرها به گوشی فرزندانشونه که دارن چه کار میکنن، چه وقتی تلف میکنن توی گوشی هاشون. خیلی از اونا میان بازی های مختلف بازی میکنن، یوتیوب میبینن، مثلا توی اپلیکیشن چت هستن و وقتشون توی تلف میشه. این اپلیکیشن میاد به شما این رو اجازه رو میده که شما کنترل کنید بدون اینکه بخواید ببینید، سر ساعت‌های مختلف که شما برنامه‌ریزی کردید برای گوشی فرزندانتون قفل میشه کاملا و باید بره هوم ورکش رو مشق انجام بده و نمیتونه دیگه هیچ کاری با حالا اومدیم تو فنلاند بود و مشق نداشتن دیگه هیچ، دیگه تو فنلاند از اینا استفاده نمیشه. واقعا چقدر کیف میکنن فنلاندیا. این شاید به در خیلی ها نخوره این اپلیکیشن، خیلی از پدر مادرها دوست نداشته باشن این اپلیکیشن رو. این اپلیکیشن میگه که خود سازنده اپلیکیشن میگه که ما همیشه میدیم سرصدا میکنن فرزندان از این که پدر مادرها حواسشون به اونها نیست، هی میرن به یه کلاسی نمیان دنبالشون، فراموش میکنن، یادشون میره که باید اینو برسونن مدرسه. بله، پدر مادرها و تمام اعضای خانواده میان توی این فامیلی لوکیتور یا لایف 360 میان توی این اپلیکیشن خودشون رو عضو میشن و مپ داره با در واقع جی پی اس گوشی کار میکنه و نشون میده هر کس از اعضای خانواده دقیقا کجاست. آره، مچگیری خلاصه، مچگیری هم میشه وجود داشته باشه، اما برای این رو تخصصی برای بچه ها ساختن و برای اینکه بتونن بدونن همه کجا هستن و میشه باش آلارم فرستاد برای خانواده، میشه رسیدن یک فرزندش به مدرسه رو مشخص کرد، خب الان رسید به مدرسه، رسید به اون کلاس، کی من باید برم دنبال اون. مثلا مادر خانواده میبینه که پدر خانواده داره میره دنبال مثلا پسرشون که از اونجا بیاره یا دیر کرده و بلافاصله باش تماس میگیره. خب این یه مقدارم کار رو ساده‌تر میکنه. جالب بود، دست در متشکرم، اتاق فرمان. اگه ما میخوایم، امروز اولین روز مدرسه هم بود، میخوایم وارد مدرسه بشیم، دانشجو هستیم، دبیرستانی هستیم، راهنمایی هستیم، و یا اینکه پدر و مادر اولین روز مدرسه رو میخوان بچه های ابتداییشون رو مدرسه بفرستن، چیکار کنیم؟ سعی کنیم از همین روز اول، از همین دقیقه اول کارمون رو درست و دقیق انجام بدیم. مثلا سر وقت از خواب بلند شیم، وسایلمون رو از قبل آماده کرده باشیم. این خیلی مهمه که از همون ابتدا، شاعر میگه خشت اول چون نهد معمار کچ، تا سریا رود دیوار کچ. اگه از همون اول با بی‌نظمی و به قول معروف کارمون درست و دقیق نباشه شروع کنیم، میتونه تأثیر داشته باشه تا ادامه سال. البته قابل اصلاح هست، اینجور نیست اگه اشتباهاً حالا کچ شروع کردیم دیگه نه، نمیتونیم خودمون رو اصلاح کنیم. پس اولین کار اینه که دقیق و درست کارمون رو شروع کنیم. برنامه ریزی داشته باشیم. ما چند برنامه در مورد برنامه ریزی، اهمیت برنامه ریزی گفتیم. یکی از فواید برنامه ریزی همینجا تو درس خوندنه، خیلی کمکتون میکنه. باور کنید برنامه ریزی در تمام زندگی مفیده و خاصتا برای کسایی که درس میخونن، تحصیل ادامه میدن، بسیار بسیار میتونه کمکشون کنه و اونا رو جلو ببره. و موردی هم که در اولم بهش اشاره کردم باز نظم و ترتیبه، یعنی حتما در کارامون که در ادامه، یکی از نتایج همین برنامه ریزی میتونه نظم و ترتیب باشه و حتما باید
بهش اهمیت بدیم، کارامون نظم داشته باشه، مرتب باشیم. شاید براتون مسخره باشه، بعضی از دانش آموزا رو که خیلی به قول معروف درس خون بودن همیشه کتاباشون مرتبه. این خیلی مهمه، یعنی در روحیه دانشجو دانش آموز تأثیر میذاره. بعضی هم مثلا نه کتاباشون نمیدونم یه ورقش پاره شده، کثیفه، فلانه، همه اینا میتونه تأثیر بذاره در اینکه ما سال تحصیلیمون رو چجوری شروع کنیم. و حتما سعی کنیم از چیزایی که به ما استرس وارد میکنه دوری کنیم، هر چی باشه، با آرامش. اگرم استرس داریم خدایی نکرده، سعی کنیم حداقل زمانی رو که حالا در محیط کار هستیم یا محیط آموزش هستیم با آرامش بگذرونیم. سلامتی و تندرستی حتما یادمون نره. سعی کنیم، بعضی از پدر و مادرها یا دانشجو و دانش آموزا اینجوری هستن که ورزش رو فکر میکنن فقط این سه ماه تابستون دیگه باید ورزش برن، ولی نه، ورزش یه چیز ضروریه، یه چیز لازمه. و سعی کنیم، حالا درسته به اندازه تابستان ما نمیتونیم در ایام سال ورزش انجام بدیم، اما حتما یه سری ورزش هایی رو اگه شد خانوادگی هم مثل پیاده روی دو، حالا ورزش هایی که دم دستتون هست بتونید براش برنامه ریزی کنید و در طول سال این ورزش رو ادامه بدید. تغذیه مناسب خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. هرچند در بعضی از مناطق مثل بلوچستان و اینا ما با این قضیه واقعا مشکل داریم که باید حتما، چون یه تغذیه مناسب میتونه تأثیر بذاره روی فکر شخص حتی و روی رفتار شخص و روی یادگیری شخص. و دو مورد دیگه هم خواب کافی. تو تابستان معمولا چون صبحش برامون مهم نبود، حداقل بگیم کی بیدار میشیم، خب شبا هم دیر میخوابیم، اما در ایام سال تحصیلی نه، حتما باید یک تایم مشخصی رو برای خودمون مشخص کنیم و این تایم رو بهش عادت کنیم. مثلا ساعت 10 دیگه همیشه 10 بخوابیم، چون از اون طرف هم دیگه اتوماتیک زودتر بیدار میشیم. و مورد پایانی هم، وقتی هم وارد مدرسه میشیم، سر کلاس میریم، دقیقا بدونیم داریم به قول معروف چی رو گوش میدیم و داریم سر چه کلاس درسی هستیم، یعنی قضیه رو درک کنیم و بفهمیم. اگه این مطالب اولی رو رعایت کرده باشین، درک مطلب خیلی براتون راحته. یک موردی که اگه اصلا معمولا کمتر بهش دقت میکنن، رابطه خانواده ها با معلم های فرزندانشونه. یعنی این که فکر میکنن خب مهم نیست، فرزندان دارن با معلم ها ارتباط برقرار میکنن، معلم ها هم کارشون دارن انجام میدن و وظیفه شونه، این که ما چطوری با اون ارتباط برقرار کنیم خیلی معمولا بهش فکر نمیکنن، اهمیت نمیدن. بدونیم که یکی از به خصوص توی کشور ما کارشناسان بر این باورند که یکی از مهمترین چیزهایی که تأثیر میذاره در رابطه فرزند شما با معلمش، رفتار شما به عنوان پدر و مادر با معلم، رفتار شما به عنوان پدر و مادر با معلم. چند نکته، چند راه حل برای رابطه خوب برقرار کردن با معلم هست که اینجا بهتون میگم، اما در نظر داشته باشید این به هیچ عنوان به معنی این نیست که چون بچه شما زیر دست یک نفر شما باید چابلوسی کنید تا اون با بچه شما خوبتر رفتار کنه. نه، یک رابطه انسانیه. اون معلم داره با توجه به شرایطی سختی که توی مدرسه داره وقت میذاره برای فرزند شما. شما باید احساس خوبی به اون بدید. اون هم یک انسان، احتمالاً عصبانی میشه، اون هم یک انسان، با رفتارهای بد خانواده کسی که داره فرزندانشون رو آموزش میده رفتارهای بدی از خودش احتمال داره که به نمایش بذاره و این تأثیر داشته باشه روی فرزندان شما. چند نمونه من براتون میخونم، چند مورد رو. اولین، این کارشناسان میگن که خانواده باید در ابتدای سال تحصیلی صبور باشن. صبر شما بر اینه که فرزندان شما هنوز تازه استارت زدن تو ابتدای سال تحصیلی، یک روش زندگی تابستانه داشتن، شکل خوابیدن، شکل برخورد کردن، راحت طلب شدن و تمام اینها تأثیر گذاشته روی فرزندان شما. شما نمیتونید یک هو اونها رو توی محیط مدرسه وارد کنید و صبر نکنید تا اینکه خودشون تطبیق بدن با وضعیت مدرسه. گرچه اگر حتی اگر سال اولی نباشن، حتی اگر راهنمایی دبیرستانی باشن، شما
همین که صبر کنید تا اینکه با معلمشون اخت بگیرن، با معلمهاشون آشنا بشن، رابطه برقرار کنن و حتی اگر کوچگورتی این وسط در اون ابتدای سال تحصیلی برخورد بدی، سرد برخورد کردن اتفاق بیفته، شما صبوری کنید و نگران این مسئله نباشید یا معلم رو تو ذهن فرزند دانش آموزتون خراب نکنید. دومینه اونها اینه که از همون هفته اول قدردانی کنید از رفتار معلمشون، یا اینکه پیشنهاد بدید بهشون. اکثر معلم ها یا بسیاری از معلم ها شماره تلفن خودشون یا ایمیل خودشون رو در اختیار والدین قرار میدن. با پیشرفته شدن تکنولوژی بعضی از معلم ها شماره خاص خودشون رو برای ارتباط برقرار کردن با والدین میذارن که واتساپ یا تلگرام داره و اونها رو توی یه گروه قرار میدن که بتونن خوب باشون در ارتباط باشن. سعی کنید همیشه پیام های مثبت، خوب و با دید مثبت به معلم فرزندتون بفرستید تا اینکه اون هم بتونه با فرزندتون خوب تا کنه، روحیه داشته باشه. هر انسانی اینطوری هست. شما فکر نکنید، بازم تکرار میکنم که فکر نکنید دارید چابلوسی میکنید چون فرزند شما زیر دست یک نفره و مجبورید این کارو انجام بدید. اون دوست شماست که داره یه لطف در حق فرزند شما میکنه که میتونه بهتر باشه و شما دارید تلاش میکنید برای که این اتفاق بیفته و واقعا هم جای قدردانی داره تلاشی که معلم ها میکنن برای فرزندان. پنج مورد سومینش اینه که لوازم اضافی برای فرزندانتون بخرید که اگر معلم احتیاج داشته باشه بتونه بهش بده. خودکار اضافی، دفترچه اضافی، پاکن اضافی، حتی ماژیک پاکن تخته منظورم هست، حتی ماژیک وایت بورد یا گچ اضافی که اگر احیانا معلم توان خریدش نداشته باشه یا مدرسه نتونسته تامین بکنه یا به هر دلیلی در کلاس وجود نداشته باشه، فرزند شما بتونه اون رو به معلمش بده و رابطه‌اش رو با معلمش بهتر کنه. مورد چهارم یکی مونده با آخر اینه که پیشنهاداتی که دارید برای بهتر شدن وضعیت درسی رو با خوبی، با ادبیات مثبت و خوب برای معلم فرزندتون توی دفترچه یادداشت فرزندتون بنویسید و ازش بخواید که به معلم بده. و آخرین مورد این که سعی کنید همیشه حاضر باشید. گذشت اون دورانی که خانواده ها نمیدونستن فرزندشون کلاس چند دومن، گذشت اون دورانی که یک بار ثبت نام میکردن و یک بار میرفتن که معدلاشون رو ببینن و کارنامهشون رو تحویل بگیرن. شما باید همیشه باشید، همیشه حضور داشته باشید، همیشه در جریان بذارید معلم فرزندتون رو از وضعیت فرزندتون توی خونه یا پیشنهادات و انتقادات خودتون رو بهشون بگید. مهد از این مواردی که گفتی همش خوب بود البته، ولی یکیش که من عملا یعنی خودم باهاش درگیر هستم، نمیدونم تو ایران این اتفاق میفته یا نه، ولی خب اینجا که ما داریم زندگی میکنیم دقیقا این کار رو انجام میدن. یعنی هر معلمی اومده شماره از والدین دانش آموزاش، حالا هر چند کلاس داشته باشه، جداگونه برای هر کلاس یه گروهی درست کرده. واتساپ اینجا معمولا استفاده بیشتره، حالا میشه تلگرام هم استفاده بشه، فرق نمیکنه، از هر اپلیکیشن دیگه ای هم یه گروهی رو درست کردن و در این گروه اون معلم، حالا خانم معلم باشه یا آقای معلم، به صورت مستقیم با والدین در ارتباط. برنامه هفتگی ها رو داخل اون گروه میذاره، اگه به قول معروف اتفاقی چیزی بیفته فورا سریع داخل گروه اعلام میکنن، اگه کاری با یکی از والدین داشته باشه خیلی سریع میتونه بهش پیام بده و این خیلی مهمه. اگه نمیدونم واقعا تو ایران این اتفاق داره میفته یا نه، اما یک فکر بسیار عالی و استفاده خوب از تکنولوژی. بله، چند تا از کامنت های بینندگان رو بخونیم که توی اینستاگرام برای ما فرستادن. سوال این بود که ویدیویی که الان گرفتیم دیدید در برنامه، جامعه ما سال تحصیلی رو با چه مشکلاتی آغاز میکنه؟ دوستان زیادی نوشتن، یکیشون بوده با حجاب اجباری یک مشکل دیدن این قضیه رو، دوست دیگری گفتن با خالی شدن جیب پدرانی که زندگیشون لنگ یک ریاله، دوست دیگری آقا حسین گفتن که سرفکندگی والدین. چرا؟ خب شاید به خاطر اوضاع اقتصادیه، چون آقای اسیر قشمی هم گفتن که اوضاع اقتصادی. ببینیم سفر اتا فرمان عزیز. آقا امیر گفتن با کمبود بودجه. دوست دیگری گفتن متاسفانه درس خوندن ارزش خودش رو از دست داده با این اوضاع بیکاری قشر تحصیل کرده که اتفاقا داره بدتر همیشه، از طرفی هم نظام آموزشی ایران خیلی مزخرف و واقعا استعداد بچه ها رو به نابودی میکشه، فقط باید در درس ها رو حفظ کنن بعد به دردشون نمیخوره. آقا شاهین گفتن که و این وسط هم کنکور داره میلیاردی جیب پر میکنه، هستن
مهندسین و پزشکانی که الان به خاطر سود تحصیل کنکوری وارد این حیطه شدن. میتونیم به نامناسب بودن فضای آموزشی، کمبود نیروهای متخصص و سیستم آموزشی نادرست اشاره کنیم. اختصاص بودجه برای رفع این مشکل یکی از ضروری ترین اقدامات میتونه باشه، چون ما سرمایه ارزشمندتر از بچه‌هامون نداریم و آینده و آموزش درست و بهداشت روانی اونها مهمترین دغدغه هاست. مرسی از همه عزیزانی که برای ما کامنت گذاشتن. دو تا کامنت دیگر رو هم برای شما از این سمت بخونیم. آره فقط دو تا دیگر میخونیم و بعد میریم بقیه. شاید یه دو دقیقه وقت ندارم. مشکلات زیادن، از جمله درخواست 20,000 از دانش آموزان برای دادن کتاب. خانواده هستن فقیر، 2-3 فرزند یا بیشتر درس میخونند که 60,000-80,000 پول برای کتاب ها بدن. جمع‌آوری این پول براشون خیلی سخته. یکی از اینها خانواده خودم هست که 5 نفر از برادران و خواهرام 100 تومن پول فقط برای کتاب باید پرداخت کنن. کیف و دفتر مداد جای خودش. آقا جلیل هم گفته که سلام علیکم، مشکلات زیادی دارن که یکی از اونها تعطیلات بیش از حد ممکنه که باعث میشه که درس ها تلمبار بشن واسه روزای دیگه، که حجم درس ها در طی یک روز زیاده و باعث فشار عصبی رو دانش آموز بشه که باعث استرس میشه. خب من چون وقتم خیلی کم داریم، یک نکته ای را خدمت شما عرض کنم. هیچ موقع بچه‌تون که اول ابتدایی هست، از همون اول ابتدایی تا هر چقدر خواست درس بخونه و درس هم نخوند، عادتش بدیم و عادت بگیریم به مطالعه کردن. حالا شاید بگید مگه بچه ابتدایی که سواد نداره، کتاب‌های تصویری براش بگیرید. این مهمه که فرهنگ مطالعه در بین ما جا بیفته. یعنی فقط کاری نکنیم بچه‌مون فقط درسای مدرسه‌ش رو مطالعه کنه، نه، عادت بگیریم و عادت بدیم که حتما مطالعه رو روزانه داشته باشیم. و وقتا مثل این که میگن تمومه، و حتما سعی کنیم یک کتابخونه در خونه خودمون داشته باشیم با کتاب‌های متنوع. فقط چیزایی که خودمون دوست داریم نه، متنوع باشه، هر نوع کتابی داخلش باشه، تأثیرش رو میبینید. با توجه به اینکه خیلی از دوستان یکی از مشکلات اقتصادی رو بزرگترین مشکلات عنوان کرده بودن، توی اکثر شهرها به خصوص در هم داره، توی شهر اهل سنت ما ببینیم که هیئت امرای وجود داره، مؤسسات خیریه وجود داره که میان جمع‌آوری میکنن کتاب‌ها رو. من دیروز تبلیغش رو یا دعوتش رو از مردم در مؤسسه اهل سنت بندرعباس دیدم، این قضیه رو که میان و کتاب هدیه میدن. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم خیلی خوبه، میتونیم کمک کنیم. اگر وسع دارید کتاب حتما هدیه بدید، بتونید حداقل مشکل کسانی که اطرافتون هستن رو، اگر مشکل اقتصادی دارن رو برطرف کنید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. اصلا مشکل جوونا رو خودشون باید حل کنن. مسلمون یکی خون انسان‌ها رو حلال رابطه نامشروع سببش خود خونا داره. نه به نظر من ما اسلامو کلا درست دین برای روی منبر بجا به اجباری برای زندگی 100,000 سوری خونش گردن علمای جامعه باید عمل کنن به خاطر همین شبکه‌های خراب ماها.